رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. ممنون از وقتتون و برنامه بسیار خوبتون و خواستم که تشکر کنم از برنامه بسیار خوبتون که وقت لطف دارید. آقای دکتر، من امروز مزاحمتون شدم، یه سوال داشتم در مورد رابطه‌ای که توش هستم و سوالی که برام پیش اومده و خواستم باهاتون مشورت کنم و اینکه بدونم چجوری تصمیم بگیرم و چجوری در موردش فکر کنم. خب من فقط 13-14 دقیقه بیشتر وقت ندارم. ضمناً اگر روی اسپیکر اینا هستید برش روی، چون صداتون خیلی به اصطلاح خوب و شفاف نیست. اگر نه که من رو اسپیکر نیستم ولی سعی میکنم بلندتر صحبت حالا کنم. حالا خوب حرف زدی، حالا شد درست. بفرمایید. من خودم 32 سالمه، فرزند اول هستم و یک برادر کوچکتر دارم و پارتنرم ایشونم 36 سالشه تقریبا، فرزند اول و یه برادر کوچکتر و هر دو آمریکا هستیم و کار میکنیم و تقریبا یک سال و نیمی هست که همدیگر رو میشناسیم. حالا من زیاد در مورد جزئیات دیگه رابطه حرف نمیزنم ولی سوال اصلی من در مورد داشته و چیزی که بین ما پیش اومده در مورد داشتن بچه و زمانش هست و اینکه نظرات مختلفی داریم. من خودم کلن دوست دارم بچه داشته باشم، بچه بیولوژیکی، و با توجه به سنم فکر میکنم تا مثلا 6-7 سال آینده باید تصمیم بگیرم و با این قضیه اوکی هستم، مشکلی ندارم. با توجه به شرایط کاریم و زندگیم هیچ مشکلی و هیچ نگرانی خاصی در این مورد ندارم. ایشون یکم شرایطش فرق میکنه و میگه که من کلن حالا دوست دارم بچه داشته باشم ولی باید هم از نظر مالی و هم از نظر احساسی کاملا آمادگی داشته باشم. حالا از نظر مالی خدا رو شکر وضعیت خوبی داره، الان تقریبا 4-5 ساله و خودش هم خیلی نگران این موضوع نیست و میگه که چیزی نیست که زیاد نگرانش باشه و همه چیز احتمالا به خوبی پیش میره. از نظر احساسی میگه که من باید از نظر بیولوژیکی و واقعا خودم حس کنم که الان آماده بچه داشتن هستم، یعنی و در حال حاضر من اصلا آماده. همچین حس اصلا همچین حسی هیچ کس نداره. کدوم مرد آمادگی داره؟ مسئله علاقه است. مثل که شما بگید من علاقه مندم به یه مسافرت یا علاقه مندم برم یه کنسرت. اینکه من باید به یه مرحلهی برسم یه دفعه علاقه یه کنسرت بزنه در من بالا یا مسافرت، اصلا این حرف معنی نداره. میگه که من الان اصلا نمیتونم تصور کنم که بچه داشته باشم، کلی فکر داره، کلی نگرانی داره، الان من تمرکزم روی کارم هست و الان اصلا نمیتونم به بچه داشتن فکر کنم، ولی فکر میکنم که تا 6-7 سال آینده این اتفاق 6-7 سال دیگه هم که وقت نه. من شما 32 سالتون خانم، بچه هر که نمیشه در 38-9 سالگی بر برای دو تا بچه میخوای که نوع درستشه، شما 2-3 سال وقت دارید، 6-7 سال ندارید. بعدم ایشون اصلا درباره یه مسئله‌ای که اینقدر خالی و بی‌معنی است از نظر روانی چرا وقت 6 ساله میدن؟ مثلا میدونید مثل اینکه من برگردم بگم من 3 دقیقه و نیم دیگه احتمالاً عصبانی میشم یا 7 دقیقه دیگه نگران میشم. خب ایشون راحت بگم من بچه نمیخوام، برای چی شما کوشش میکنید؟ اولا این رابطه خیلی مهمه که 1 سال ادامه داره یا 1 سال و نیم. 1 سال و نیم مدت طولانیه. شما چطور در این زمین ها به یه توافقی نرسیده؟ شما وقتی نداره که اینجوری بحث کردیم قبلا. راستش ایشون حالا میگه که من کلن حالا عددهایی که خودش میگه، مگه من 95% بچه میخوام داشته باشم، دوست دارم که بچه داشته باشم، حالا 60-70% ممکنه که تو این 6-7 سال آینده که مثلا من فرصتی دارم همه شرایطم جور بشه و آمادگی داشته باشم، ولی یه 30-40% ممکنه که به هر دلیلی من اون ایشون گرفتاری اضطراب و عزم یا دارن بهانه میارن یا دوچار آدم وسواسی هستن. چند روز ایشون وسواس دارن، چند روز آدم شخصیت وسواسی مجبورن. اصلا رشته تحصیلی هر دوتون، رشته تحصیلی هر دوتون چی عزیز؟ رشته مهندسی و ایشون من میتونم بگم که وسواس دارن. خب اینا مسئله وسواس هست، اینا هیچ ارتباطی. ایشون آدم مضطرب و نگرانی، آدم وسواسیه، مجبوره برای اینکه خودش رو آروم کنه یه مقدار عدد و رقم و درصدا رو بده و کم و زیاد کنه، ولی موضوع خواستن و نخواستن بچه خیلی ممکنه یه آدمی در شرایطی باشه که نتونه بچه بخواد یا داشته باشه، ولی نخواستن نخواستن عزیز و ممکنه نظر آدم کمی عوض بشه ولی نه خیلی زیاد. فاصله ایشون با خواهر یا برادر بعدیشون چقدره؟ 5 سال.
خب همونجاست دیگه، مسئله اونجاست. چون ببینید فاصله وقتی که این گونه میشه، ایشون برای خودش مرکزیتی داشته، بعدم بچه دوم پسره یا دختره؟ پسر هست. بنابراین صد سنگینی رقابت بیشتر دختر بود کمتر بود. بنابراین همینقدر که ایشون اومده خودشو پیدا کنه، مثلا 6 سالش بوده که اون شده 1 سالش، همه چیز به هم ریخته دیگه. نتیجتا ایشون از کودک و کودکی اونقدر خوشش نمیاد. این دیگه برمیگرده به اینکه شما دلتون بخواد این وضعیت رو این گونه ببینید. مسئله است که اضطراب ایشون و وسواسشون و بعدم نخواستن بچه است. حالا این شما اید که باید فکر کنید چیکار میخواید بکنید. حالا به من بگید که چرا شما این همه مدت طول کشته ازدواج نکردید؟ من چرا ازدواج نکردم؟ یه سال و نیم چرا توی رابطه یه سال و نیم؟ یه سال و نیم راستش حالا مشکلای دیگه بوده، موضوعای دیگه بوده که ما هم به توافق نرسیدیم. چی بوده؟ مشکلات اینه که اصلا ایشون یه مدت میگفت که من باید یکی رو خیلی خوب بشناسم و نگران ازدواج بود، میگفت مطمئن نیستم حالا، و یه کمی هم طول کشید که مثلا بخوام در شرایطی باشیم که بتونیم روزای بیشتر با هم وقت بگذرونیم. یه مدت شهر مختلف بودیم و تا اینکه تونستیم حالا با هم. صداتون خیلی آهسته شده عزیزا. الان صدای منو داری؟ من صداتون دارم البته، اگر شما همین صدا رو نگه دارید. به هر حال ببینید عزیز، شما از آغاز یه مقدار مسائل مشکلاتی داشتید و تفاوتی که به هر حال با هم دارید، ولی به هر حال نمیدونم شما چند روز خودتون به من بفرمایید اگر درآمد شما الان 100 دلاره، درآمد ایشون چقدر؟ درآمد ایشون 3 برابر. چقدر؟ 3 برابر. برای من اگر شما 100 دلار دارید، چون 300 دلار دارم ولی شما. بله. اوکی. وقت چطور شده تفاوت جا بفرمایید. یه موضوع دیگه که باعث میشه رفت داره به این بچه، ایشون میگه که من حالا اگه تو 6 7 سال آینده که وقت هست که من با من بچه داشته باشه، اگه حالا به هر دلیل این حس و احساس نرسه، من کلا مشکلی با ادابت کردن بچه هم ندارم و اطلاقا خیلی دوست دارم بچه ادابت کنم، بچه ای که خانواده نداره. و به خاطر همین ایشون میگه که تو خوب فکراتو بکن که یه وقت به خاطر من مثلا قبول نکنی این موضوع، یا مثلا در چند سال آینده اگه من گفتم هنوز بچه نمیخوام، تو حس بدی نداشته باشی، پشیمون نشی و از من بدت نیاد. و میگه که من دارم بهت مثلا جلو جلو میگم که تو فکر کن. آخه اونا که فرقی نمیکنه ازم در ماجرا، ما که روی این حرفا حساب نمیکنیم. حالا به من دو تا چیز خوب ایشون رو بگی. دو تا چیز خوب ایشون که خیلی حالا بغیر از این خیلی از نظرهای دیگه پرسنالیتی و با هم خوب کنار میایم. من شخصیت ویژگی روانی ایشون رو خواستم. نه اینکه با هم خوب کنار میایید، من متوجه شدم شما ایشون رو میخوای. دو تا صفت خوب ایشون چیه؟ خیلی دقیق عزیزم نزدیک گوشی لطفا باش. خب این که وسواسه. ببخشید خیلی دقیق اصلا هر کاری رو خیلی وسواسه. دقیق با برنامه‌ریزی انجام میده. این که عیبه از یه حد که میذاره بیماریه، عیبه گرفتاری از یه حد که میذاره بیماری. این چطور شروع حسن ایشونه؟ دوم این که احساساتش رو خیلی خوب بیان میکنه. حالا شاید نسبت به خودم میسنجم، ولی وقتی از چیزی ناراحت یا خوشحال هست خیلی خوب مثلا میتونه بیان کنه و بگه رو هر موضوعی که باشه. خب اون که میتونه تبدیل بشه به مسئله. مجبورم بهتون میگم خودخواهی و خشم، همه آدم های خودخواهی خشم هم راحت حرف میزن. حالا چقدر ایشون عشق و محبت و علاقه شو به شما ابراز میکنه؟ زیاد. اوکی، پس اون اگر هست خیلی خوبه. برحال رابط راب جانب بفرمه. و حالا یک موضوع دیگه، حالا ما خودمون بین خودمون داریم این بحث رو میکنیم که ببینیم اصلا با این برنامه اوکی هستیم یا نه. یه مسئله دیگه هست، ایشون میگه که اگر تو قبول کنی همچین شرایطی رو که
و موافق باشی با احتمال این که من نخوام بچه داشته باشم توی زمانی که تو میتونی بچه داشته باشی، میگه که حتما اینو باید به خانوادت بگی، خانوادت باید در جریان باشن و چون که من نمیخوام در آینده اونو از دست من ناراحت شن و اونو حتما باید بدونن که ما این تصمیم رو گرفتیم، در صورتی که من میگم که این شاید توافقی بین خودمون باشه و حالا خانواده دیتیل بدونن یا نه. شما دارید پنهان میکنین ازم، شما ایشون رو میخواید در حالی که به نظر میرسه متوجه اشکالات هست. نه اینکه ببین عزیز، یه مقدار شرایط که معنی نداره. ایشون حرفشون این است که تو برو به خانواده بگو شاید من با این آقا ازدواج کنم ولی بچه دار نخواهیم بشی، که اگر یه روزی من نخواستم بدونن که از قبل من گفته بودم. درسته؟ بله. حالا شما نمیدونم، حالا شما چه اصراری برای همچه ازدواجی دارید؟ دو تا چیز خوبی هم که از ایشون نگفتید. من خودم حس میکنم که ایشون چون کلن همونجور که گفتید آدمی هست که اگه لازمه برای هر موضوعی مثلا 5 از 10 نگران باشه، ایشون 12 از 10 نگرانه. فکر میکنم این موضوع بچه هم همینه، ولی زمان که بگذره حس میکنم که آمادگی رو پیدا میکنه، ولی الان جلو جلو مثل چیزایی که فقط بی خودی نگرانه. خانم دکتر، شما حالتون خوبه؟ از اولم پیدا بود شما این ازدواج رو میخواید به هر قیمتی. خب شما تصمیمتون گرفتید، دنبال دلیل میدید. از کجا آدمای مضطرب با گذشت زمان افسردگی پیدا میکنن، خشم پیدا میکنن، وسواس بیشتر پیدا میکنن؟ چرا خوب بشن؟ چون که تنوز تازه وارد زندگی زناشویی نشدن، تازه با همسری روبرو بشن که انتظار و توقع یه چیزی داره که اینا دوست ندارن. بنابراین تنها چیزی که میتونم بگم به احتمال زیاد ایشون حالش بدتر میشه. نمیدونم که شما راحت برای خودتون تجزیه و تحلیل کردید. به نظر من خیلی راحت برید بشین با یه روانشناس خوب کار کنید، تکلیفتون روشن کنید. بیشتر از یکی دو ماه هم احتیاج نیست، یعنی بیشتر از 10 جلسه هم احتیاج نیست که معلوم بشه خیر و صلاحتون چی عزیز. حرفایی که میزنید برای من نگران کننده است. یعنی ببینید، مطالعات نشون میده بیش از 92% آدمایی که جدا میشن تمام علائم غلط بودن ازدواجشون رو دیدن، ولی اصلا نخواستن به رو خودشون بیارن یا تجزیه و تحلیل عجیب و غریب کردن یا حرفایی که الان شما زدید. آخری که دیگه برای من تیر خلاص بود، ایشون با گذشت زمان خوب میشن، اصلا با بالا رفتن سن آدم ها علاقه شون به داشتن بچه بیشتر میشه، با بالا رفتن سن استراب وسواس کم میشه. کی اینا رو گفته عزیز؟ برایشون که براش کاری نکردند، 36 سالشون هم هست. بنابراین با هم برید دکتر عزیزم، با یه روانشناس خوب گفتگو کنید، به 10 جلسه کفایت میکنه بدونید واقعا کجا ایستادید و چیکار کنید. ولی همیشه من چرا عرض کردم، یادتون باشه تو ازدواج 10-20% اوضاع بدتر از اون میشه که هست، خوبی ها کمتر از اون میشه که هست. اینی که همیشه گفتم وقتی با کسی میرید بیرون 10-20% عیباتون رو بیشتر کنید، 10-20% خوبی ها و حسناتون رو کم کنید که اون آدم بدونه با کی طرفه. شما تمام مدت دارید همه چیز رو به نفع ایشون تغییر میدید و اون به نظر من فقط خواستتون عزیز. عیبی هم نداره، ایشون رو شما میخواید، دوست دارید، علاقه مندید، منم حرف و بحثی ندارم، ولی حرفاتون با هم کمی در تضاد. حالا اولا با ایشون هم صحبت کنید، بعد اگر خواستید خودتون ای دوتایی بیاد خیلی بهتر، ولی حتما توصیه میکنم این کار رو بکنید عزیز، برای که در وقتی نیست که شما بخواید اوقاتی رو بیش از یه سال و نیم در یه رابطه بگذرونید و هنوز ندونید که کجا ایستادید. من متاسفانه از نظر خودم با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.